امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ولاگ ولاگ ایتالیاییه، قراره که نمیگم قراره که چی. اول لازمه که یه آهنگ ایتالیایی پیدا کنیم که بتونیم قشنگ مود رو ببریم به سمت مود ایتالیا. من تو یوتیوب سرچ رو زدم و خب دیدیم. اول قبل از اینکه اصلا بخوایم پاستا رو آماده کنیم، ابتدا سسش رو بعد آماده کنیم. برای این قضیه خب چون که خمیرش نیاز به استراحت نداره کلن، عجله ای نیست که خمیر زودتر آماده شه. خب برای اینکه سس رو درست کنیم، همطور که میبینی یه برگ بوه، اون فلفل و فلفل دلمه ای و قارچی که بلاگای قبلی داشتم خورد میکردم عروس مواد، اینا هم همونان. یک دنیا ادویه، ادویه رو همطور که میبینید، ریحون ایتالیایی، آبیشن، همه چیز ایتالیایی دهتایی، جعفری، اون برم پول ببر، پاپریکا، نمک، فلفل، گیشنیز، من خودم نمیدیدم از بیرون نگاه کردم، این یکی رو هم نمیبینم، اورگانو، خب روغن زیتون و رو به گوجه فرنگی، پوره گوجه فرنگی، پیاز داغ، خود گوجه و گوشتمون. این یه پاست قراره که یه پاستای فول دستاز ایتالیا باشه، یعنی خمیرش هم خودمون قرار ادامه بدیم درست کنیم، ولی خب چون گفتم که خمیره احتیاج به استراحت نداره، در نتیجه سسش رو اول درست میکنیم و بعدش خمیرش رو درست میکنیم. خب بریم که درشو در سوسو بذاریم.
یعنی خمیرمون گلوتن داره. من در پار تلاش پسی شستنه لوازم استفاده شده. من خودم به شخص جدیدن این شکلی شدم، یعنی اینطوری هم که تو شستن دارم آرامش انگار پیدا میکنم. نمیدونم چه مریم شده این، اقلا مسخره میکردم ولی الان این شکلی هم که واقعا شستن مثلا ظرف و ظروف و کار با آب انگار داره بهم انرژی خوبی میده. و الان برای اینکه میخوایم سالاد درست کنیم و میخوام کاهوها رو بشوریم، سینک رو میخوام خالی کنم، بشورم که سینک خالی بشه که بتونیم مواد سالاد رو بشورم که بعد سالاد درست کنیم. همزمان آب رو هم اونجا گذاشتیم که بجوشه. Thank you.
tutta quell'allegria è un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa... بلاگ ایتالیا اونم تموم شد. امیدوارم شما درست کنید، خوشتون بیاد. من که خودم خیلی خوشم اومد واقعیته. طعم شبیه طعم پاستاهای بیرون نیست، خب یعنی انتظاری پاستای کارخونه‌ای نداشته باشید، ولی یک طعم متفاوت و خیلی خوشمزه داره و تجربه خیلی متفاوت و قشنگی بود. فعلا خدافظ.